سلام، توی این پروژه میخوایم یک دیمر دیجیتالی طراحی بکنیم و باهاش یک دستگاه شبیه ساز طلوع و غروب خورشید بسازیم. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. اول بگم این دستگاه شبیه ساز طلوع و غروب خورشید یه دستگاهیه که واقعا نامردیه در حق حیوانات، ولی ما توی این پروژه فقط به قصد آموزش، به قصد قربت داریم فقط این کار رو انجام میدیم که یه چیزایی یاد بگیریم ازش. حالا اول من بگم این دستگاه شبیه ساز طلوع و غروب خورشید چیه، بعد بریم ببینیم که چه ساختاری رو داره و در نهایت باید چطور این رو بسازیم. ببینید، یه مرغداری رو تصور بکنید. معمولا مرغداری های تخمگذار. این محیط مرغداریه. خب این قسمت حالا سلول هایی دارن برای مرغ های تخمگذار که اینا میان و اینجا تخمگذاری میکنن. حالا عادت طبیعی مرغ‌ها اینه که روزانه یک بار تخم‌گذاری می‌کنن، ولی وقتی که شما بیاید با استفاده از یک شبیه‌ساز طلوع و غروب خورشید روزانه مثلا تا 4 بار طلوع و غروب خورشید رو براشون شبیه‌سازی بکنید، یعنی چی؟ یعنی من اینکه یه لامپ رشته‌ای بذارید یواش یواش اینو روشنش بکنید، مرغ فکر می‌کنه که الان خورشید اومده بیرون و الان باید حتما تخم بذارم و هی بالاخره فشار میاره به خودش و بالاخره بعد از یه مدتی عادت میکنه که وقتی اون لامپ روشن میشه به تخم بذاره. وقتی هم که حالا مثلا یه 4-5 ساعت گذشت، لامپ رو یواش یواش خاموش میکنن و اتفاقی که میفته اینه که مرغ فکر میکنه الان شب شده باید بخوابم. در همین حد دیگه، مثلا بعضی وقتا میگن آیکیو، طرف آیکیوش در حد مرغه، به خاطر همینه. یعنی اینکه لامپ روشن میشه فکر میکنه روز شده و باید حتما تخم بذاره و این کارم میکنه و در نهایت وقتی که لامپ رو خاموش میکنید یواش یواش فکر میکنه که غروب شده باید بخوابه و همین شکل حد اکثر تعداد تخم ها رو از مرغداری میتونن بگیرن. خب این یه لامپ رشته‌ای به چه شکلیه؟ حالا مثلا من اینطوری بکشم اینو. از یک مقاومت، حالا جنسش میگن تنگستن، یک فلزیه که به صورت فنری پیچیده شده. وقتی که جریان الکتریکی بهش اعمال میشه چه اتفاق میفته؟ این روشن میشه، دمای این تنگستن میره بالا، انقدر بالا میره که دما رو به صورت تابشی از خودش دفع میکنه. این میشه روش روشن شدن لامپ رشته‌ای. حالا اگر بخوایم که این رو یکم روشنش بکنیم، اینطوری نیست که ما ولتاژ رو بیاریم پایین. ولتاژ AC رو نمیتونیم بیاریم پایین. یه ولتاژ برق شهری که داریم به این شکل، اینو ما نمیتونیم بیاریم پایین. یک روش دیگه ای داره به اسم حالا تغییر زاویه آتش که توی پارت های بعدی من اینو خواهم گفت. این شکل رو ما میایم تیکه تیکش میکنیم، عوض این که اینو ولتاژش رو بیاریم پایین، چون این امکان تقریبا سخته، یعنی اگر بخوایم این کار انجام بدیم باید ترانس و غیره استفاده کنیم که اونم تغییر دادنش به صورت مثلا اتوماتیک یا غیره امکان پذیر نیست در سطح‌های مختلف. اگر بخوایم مثلا ما 2 تا سطح نور داشته باشیم، بله میشد با ترانس این کارو انجام داد، ولی ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ تمامی سطح‌های روشنایی رو اینجا داشته باشیم، به خاطر همین دیگه استفاده از ترانس مقدور نیست. روش‌های دیگه‌ای هم داره که حالا من وارد بحثش نمی‌شم. اصلی‌ترین روش اینه. خب برای این کار ما میکروکنترلر خواهیم داشت. توی میکروکنترلر شما زمان روشنایی رو تنظیم میکنید، میتونید، یعنی برنامه رو طوری مینویسیم که بتونید تنظیم بکنید و زمان غروب رو تنظیم بکنید، زمان طلوع رو تنظیم بکنید، زمان خاموشی هم تنظیم بکنید. یعنی که مثلا تنظیم کنید 3 ساعت روشن باشه، بعد توی 2 دقیقه از روشنایی بیاد به خاموشی و مثلا 3 ساعت خاموش باشه، بعد توی مثلا 3 دقیقه از خاموشی بیاد به روشنایی، یواش یواش به صورت فید و
دیم شده. حالا شما میتونید به جای لامپ بیاید اون قسمت دیمری که ما خواهیم ساخت توی پارتای بعدی خواهم گفت اصولش رو، شما حتما میتونید بیاید به جاش مثلا موتور بذارید، موتور AC و سرعت این موتور رو تنظیم بکنید. مثلا یه موتور AC دارید، نمیخواید که این یه دفعه شروع به حرکت بکنه، میخواید که یواش یواش شروع به حرکت بکنه تا برسه به حد اکثر سرعت و بعد مثلا وقتی که میخواد وایسه یواش یواش سرعتش بیاد پایین و وایسه. یه دفعه‌ای نه یه دفعه‌ای وایسه، نه یه دفعه‌ای حرکت بکنه. میتونید از این اصول در اون پروژه ها هم استفاده کنید، ولی توی این پروژه من گفتم که به چه شکلی استفاده خواهیم کرد. منتظر پارت‌های بعدی باشید، پارت‌هایی که احتمالاً این پروژه‌مون طولانی خواهد بود چون قطعات خیلی زیاد و خیلی باحالی داخلش استفاده میشه حتما، چون اصول زیادی هم داره یعنی خیلی ساده نیست این کار، اصول پیچیده‌ای داره که همش رو من خواهم گفت. در نهایت میریم مدار رو میسازیم و میبندیم و تست میکنیم. اونایی که استوری های پیج رو دنبال میکنن و پیگیر هستن دیدن نمونه شو من چند روز قبل کار کردم و نمونه رو دیدن که این پروژه هم آماده است تقریبا. خب پس منتظر ویدیوهای بعدی باشید. موفق و معید باشید.